چالش آقای گل با بازیکنان ایرانی در PS21. در این ویدیو داستان از این قراره که میخوایم بریم همون آقای گلی که بازی میکنیم توی کوچه و خیابون رو داخل PS21 بازی کنیم، اما با بازیکنهای ایرانی با تیم ملی ایران. منتها یه سری از قانونها فرق میکنه توی بازی. کلا 4 تا قانون مهم داریم که اولیش اینه که اگر توپ بره توی اوت، اونی که شوت زده توپ رفته توی اوت بعد بره دروازه، هر کسی 10 تا گل بخوره به عنوان دروازه‌بان کلا حذف میشه از بازی. تک ضرب هم هستش دیگه، آقای گل کلا تک ضربه و نباید هیچ کس دو ضرب بزنه. اگر دو ضرب به بالا کنن، تک ضرب به بالا بخور به پاتون، یعنی دو ضرب بخور یا سه ضرب یا چهار ضرب، باید برین دروازه. البته اینا باید برن دروازه. هر کسی به 10 تا گل برسه، یعنی 10 تا گل بزنه، اون میشه آقای گل و ویدیو تمام میشود. کلا ما 6 تا بازیکن انتخاب کردیم واسه اینکه توی این تورنمنت و آقای گل چالش آقای گل شرکت کنن. اونم 6 تا از بهترین بازیکنای ایرانی هستن که از لحاظ اوورال بالاترین اوورال رو نسبت به بقیه بازیکن‌ها دارن. مثلا مهدی طارمی، آزمون، قائدی، قلی‌زاده، جهانبخش، قدوس نسبت به بقیه اوورال بالاتری دارن. البته 81 زیاد داریم، اما من گفتم که آقا مثلا 81 زیاد داریم، به جای اینکه دفاع 81 بیاریم، یکی رو بیاریم که لاغر بتونه شوت کنه، احتمال آقای گل شدنش بیشتر باشه. شجاع خلیل‌زاده هم میتونستیم بیاریم به جای جهانبخش، اما احتمال آقای گل شدنش کمتره چون شوت ضعیفی داره. اما الان موضوعی که اینجا مطرحه، کی بره دروازه؟ این مهمه. اینجا ما پلن پیلین پولو میکنیم، هر کسی افتاد میره دروازه. پلن پیلین پولو. او جهانبخش میفته، قائدی افتاد. آقا قائدی برد دروازه. لایک و سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو و اینستا رسیم به 100 کا. بریم سراغ ویدیو. خب همونجوری که میبینید توی تیم مقابل مقادی رفته دروازه و این بر هم قائدی رو نباید داشته باشیم که قائدی بعد اصلا کلا حذف بشه این بر. بازی روی حالت سوپر استار و بریم که دیگه کارو شروع کنیم. خب آقا بازی شروع میشود، فقط باید تک ضرب کارو کنیم. مهم نیستش که از پشت محوطه شوت کنیم یا از داخل محوطه، فقط مهم اینه که تک ضرب باشه و گلو بزنیم. اوه بنگ بنگ علی یو علی قائدی رو نگاه. جهانبخش یه گل، جهانبخش 10 تا بزنه، 9 تا دیگه بزنه، تمام کار. اگر شما قانونی میدونید یا فکر میکنید که به درد میخوره، حتما اوه بگید که توی نه وای این کی بود، کی بود این حرکت رو زد؟ جهانبخش بود فکر کنم، قدوس بودش. آقا اشتباه قضاوت کردیم، قدوس یه مورد دروازه. فعلا فکر میکنم که آره دیگه، طارمی یک گله بود. ما خیلی باید حواسمون جمع باشه که اینا تک ضرب کار کنن و توپ از هر جای محبت. وای قلی زاده برد دروازه. بازی شروع میشه، آقای قلی زاده در اون دروازه. طارمی جان برد دروازه. فقط باید حواست باشه که پاسا رو سریع بدی. میبینی؟ یعنی تو یه لحظه پاسو دیر بدی کار تمومه. بزن تو گل قائدی. ماشاءالله قائدی هم یه گله شد، طارمی هم یه گله. آقا سر راستی بخوره به سرشون را یا رو پایی بزنن دیگه همه جای بله تمام، که قدوس گل زد. ضرب سر و رو پایی هیچ مشکلی نداره، یعنی جزء تک ضرب و اینا حساب نمیشه. آهان حالا آزمون. آقا من میگم 5 گل هر کی شد تموم، خیلی دیگه سخته. 5 گل رسید تموم، 10 گل زیاده خدا وکیلی. اوه کی گل زد؟ آقا قدوس تو گله شد. اگر دوست داریم بازیکنهای خارجی هم بریم، مثلا مسی بیاریم، رونالدو بیاریم، اوبلاک بیاریم و نمیدونم فلان و بیسال، توی دروازه. طارمی هم تو گله شد. الان جدال قدوس و طارمیه. آزمون ما باید حذف بکنیم توسط آقای طارمی. آهان آهان توی دروازه سه گله. آزمون 3 تا خورده و این هم دیگه همه می تو قدوس 3 تا. در بازی هر بازیکنی 5 تا گل بخوره زیر 5 تا یا 5 تا، مهم نیستش مثلا یه بار دیگه دروازه‌بان بشه، اون گلش 0 میشه. اما اگر بالای 5 تا گل بخوره دیگه اون 5 تا سیو میشه. اگه حتی اگر یکی دیگه بره دروازه این دوباره بیاد، همون تعداد گلش سیوه، یعنی اضافه میشه رو. بده اینور بچهای اینوری هم گل بزنن. آهان توی دروازه. طارمی 4 تا، آزمون 4 تا خورد. نه جهانبخش اوش نره، بغلی بگیر. اوه ماشاءالله کی زد؟ آره قائدی زد گل. قائدی تازه یه گله شد. آزمون یک گل بخورد کار تمامه. تمام آزمون سیو میشه دیگه از این به بعد. گلاش 4 گله شد قدوس. از طارمی یه دونه زد بالا. آقای آزمون هم که دیگه 6 تا گل خورد.
یکم باید با جمع بخشم. اوه چه شکاری دادش آقا، اینجوری حساب نیست تو داری شکاری پاس میدی، اینجوری نمیشه ها. بله قدوس 5 گله شد، تصمیریم واسه 10 گل اگه اینجوریه. صبر کن الان قدوس که 5 گله شد بعد جاها رو عوض کنیم، چون این من احساس میکنم من جهان بخش بنده خدا اصلا گل نمیزنه. میرسونه به قاضی، چه پاسی میندازه اونجا. قدوس ولکن ماجرا نیست، میخواد گل بزنه. 6 گله اشکال نداره، چون اوه جهان جهان بخش برو دروازه. آزمون 7 تا گل سیو، بالاخره آقای جهان بخش رفت دروازه. قدوس 7 تا گل، قدوس یه دونه خورده آقای جهان بخش. و اینم به جای تارمی عوض کن، خیلی اینا دیگه دارن زیادی گل میزنن. حال آزمون تارمی قائدی وای آقای قاضی رفتن توی دروازه خدایی. جهانبخش خیلی داره خوب از زیر دروازه رفتن در میره، اما آزمون بره دروازه کارش تمومه. تارمی به اون ور، حالا جم کرد، برو دروازه جهانبخش. قدوس رو نگاه کن، بلده قشنگ چی کار بکنه، میاره پاس میده، حالا میکاره، حالا به آها نه وای حالا این به این بر، حالا شانس آوردی اولین کورنر. آروم بزن جهان بخش، وای قلی زد، قلی ابوالفضل علی بزن گلو، تمام قلی سه گله شد. باید کودتا کنیم، حذفش کنیم، وگرنه تا صبح این ویدیو طول میکشه. کودتا علیه قائدی، ببین هر جگاه ریسک نکن. آهو آزمون خیلی خطری واقعا. آهان مرسی بده، آهان شانس آورد. بابا بگی برو دروازه تارمی، تو جان هر کی دوست داری، فقط آزمون. آهان خیلی نرمال بده داخل، تمام قدوس جان خود آزمون میزنه و تمام. یه کدومتون باید حذف بشیم بالاخره، وگرنه نمیشه اینجوری. چرا دو ضرب زدی؟ درست پاس بده، مرسی. 6 گله شد، یه گل دیگه بزنه با قدوس برابر میشه. پاس خیلی شکاری و بعد مرسی آقای جهان بخش، میرسونه قلی به خود. نمیزنم تارمی، ماشاءالله تارمی 5 گله شد. تارمی نکن خیز برمیداریم، آها حالا یه دونه داخل، حالا به خودش، حالا داخل، حالا تمام. خب قدوس آقای آزمون در نرو، وای تو همینجا، وای آزمون برو دروازه. خیلی داریم بد آقای آزمون از زیر دست ما قشنگ در رفت، یه گل نخورده اومد بیرون. آقای قدوس رفت تو، ولی مطمئن باشید ما تمام میکنیم دیگه کارو. ها قاضی تمام بنگ. مرسی قاضی 5 گله. آهان به به قاضی 6 گله، یه پاس اینجا جهان بخش تمام به کشتیرش. جان بخش بر دروازه، یا علی. بله تارمی بر میگرده و 6 تا گلو میزنه. حالا دیگه فکر کنم این تیمی که ما داریم تموم کنه کاره. وای برو برس خاک تو سرت بابا قدوس. ما امیدمون به همین آقای قلیه. بله وقتی قلی اینجا هست دیگه به قدوس ما کاری نداریم. جمعه شور درازه، مرسی. سامان قدوس 8 گله شد، ممنون آقای قدوس که برگشتی، واقعا نونوار کردی خانه را. خود قاضی ابوالفض کجا؟ تمام. قلی هم 8 گله است، چه رقابتی آقا. قلی و سامان چه رقابتی دارن با هم. قدوس تمام،
9 گله شد. یکی آخ سب کن قدوس بر آخر همه. آهان یه قصور میداره. به به تارمی توی دروازه. بزن گلو. بله 4-3 خورد فکر کنم. 3 خورد. 3-4 خورد جهان بخش. من میگم با قدوس بیا گله رو بزنیم تموم کنیم بریم. خیلی سنگ چالش پدر من در آورد. آهان قلی. آهان قادی قلی تم قلی با قلی و قدوس با هم مساوی ان الان. بازی به 11 نمی کنم. گل طلایی هر کی زد تموم. تارمی اوه 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 قدوس بیا جلو توپ بگیر. یا علی خیلی سرعت توپ داره زیاد میشه من میترسم. بیه قلی بدن تمامش کن. تموم. قلی زاده کی فکرشو میکرد؟ آقای گل این ویدیو کسی نیست جز آقای قلی زاده با کامبک زیبایی که به سامان قدوس زد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست دارین پارت بین المللی و کلا خارجیشو بسازیم با مسی و رونالدو حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فرام کنید. اینستاگرام فالو کنید. سیتر برسیم به 100 کو. و ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.